عضو کمیته امنیتی و دفاعی مجلس نمایندگان عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد که سه مسیر جدید در ایام برگزاری زیارت اربعین در سال جاری گشوده می شود که این اقدام در نوع خود بی‌نظیر و استثنایی است. همکارم در این زمینه گزارشی تهیه نموده که توجه شما را به دیدن آن جلب می کنم. یاسر اسکندر، نماینده اعضای کمیته امنیتی و دفاعی مجلس نمایندگان عراق در گفتگو با خبرگزاری اخبار شیعه گفت امسال کمیته امنیتی و دفاعی مجلس نمایندگان عراق در ارتباط مستمر با کمیته زیارت اربعین و سازماندهی اقدامهای امنیتی برای مدیریت مراسم زیارت است که این اقدام هم در نوع خود استثنایی است. وی در ادامه افزود در طرح زیارت اربعین سال جاری سه مسیر جدید به منظور گشودن راه‌های تازه برای زائران اربعین حسینی و ساماندهی آن به سمت عتبات عالیات با سازوکار و روش‌های نوآورانه و نیز توزیع موکب‌های خدماتی در مسیرهای مختلف صورت می‌گیرد که انعطاف‌پذیری و روانسازی مفیدی برای تردد زائران و ارائه خدمات به آنان ایجاد می‌کند. این عضو پارلمان عراق تأکید کرد که این طرح به داخل خاک عراق محدود نمی شود بلکه از گذرگاه‌های مرزی تا شهر مقدس کربلا ادامه می یابد. اسکندر با اشاره به اینکه مرکز عملیات مشترک عراق با هماهنگی استانداری‌ها جزئیات زیارت اربعین را مدیریت می کند خاطر نشان کرد در اوج ایام زیارتی اربعین که افزایش چشمگیر زائران را به دنبال دارد از طریق مراکز متعدد بر روند تردد زائران در مسیرهای مختلف نظارت می شود تا از روان بودن رفت و آمد آنان اطمینان حاصل شود. عضو کمیسیون دفاعی و امنیتی مجلس ادامه داد خطوط تردد زائران از گذرگاه‌های مرزی ترسیم شده و طبق چشم‌اندازی که از پیش از نظر تعداد و نحوه ورود زائران به مرز تعیین شده آماده پذیرش محبان اهل بیت علیهم السلام برای انجام مراسم زیارت اربعین حسینی هستیم.